سلام، با آکادمی تاجران خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این جلسه هم بسیاری قصد داریم که یه سری باکس های به این شکل طراحی بکنیم. طراحی اینا رو فقط به کمک HTML و CSS انجام میدیم. ما اینجا اومدیم و حالا یه فایل CSS ساختیم که لینکش کردیم. یه DIV داریم که حالا تحت عنوان آل باکس که حالا کل اطلاعاتی که میخواییم ما داخل اون ریختیم و یه دی آی وی دیگه ای ایجاد کردیم تحت عنوان حالا اون باکس اولی که میخوایم درست بکنیم، که حالا اون باکسمون شامل یه بخش فرانت یعنی جلومونه و یه بخش عقب اون حالا باکسمونه که وقتی هاور بشه از دیگه میبینید متن پشت جلوش با هم دیگه فرق میکنه. حالا میریم سراغ استایل هایی که دادیم. حالا در ابتدا به بادی یه دونه دایرکشن آرتیکل دادیم چون متن فارسی داریم می‌نویسیم، حالا گفتیم که از راست به چپ بره. و حالا برای اون آل باکسی که داشتیم، یعنی همون دی آی بی اولی که داشتیم و حالا بقیه اطلاعات داخلش بود، اومدیم و یه دونه عرض و ارتفاعی براش مشخص کردیم و حالا خواستیم که یه مارجینی داشته باشه که حالا اون کادر مربعی که به وجود میاد از حالا جهت‌های مختلف صفحه فاصله‌ای داشته باشه. یه بردری بهش دادیم و حالا بک‌گراندش رو ترانسپرنت گذاشتیم که زنگی نداشته باشه و یه حالت فضای سه‌بعدی براش ایجاد کردیم که حالا اون پرسپکتیو 1000 پیکسلی رو براش در نظر گرفتیم. داخل آل باکسمون یه دونه حالا دی آی وی داشتیم تحت عنوان فرست باکس که اینو به عنوان حالا مادر در نظر میگیریم و فرست باکس فرانت و فرست باکس بک که حالا داخل این دی آی وی هم رو به عنوان فرزندان این دی آی وی در نظر میگیریم. به فرست باکس حالا یه پوزیشن ریلیتیو میدیم و حالا میخواییم که اون عرض ارتفاعی که حالا اینجا دادیم به صورت 100% بگیره و متنم در وسط صفحه قرار بگیره دیگه. و حالا برای اینکه اون خاصیت سه‌بعدی رو بهش بدیم حین چرخش، میایم و از ترانسفورم استفاده میکنیم که حالت سه‌بعدی چرخش رو بهمون بده و یه ترانزیشنی میدیم که فقط چون میخوایم یه ترانسفورممون اعمال بشه همون ترانسفورم رو می‌نویسیم دیگه که توی یک ثانیه بیاد و این اعمال بشه. روتیت ایکس 180 درجه هم که میاد برامون و حالا اون دوران 180 درجه دو نسبت به محور ایکس برامون انجام میده و حالا وقتی که اون دیاگ اصلیمون که حالا یعنی کل اون اطلاعاتی که داریم کل اون بخش 600 در 400 پیکسلی وقتی هاور بشه، این اتفاق برای حالا اون فرست باکس که هم شامل فرست باکس فرانت و فرست باکس بک میشه که حالا گفتیم اینه که پوزیشنش رو ریلیتیو میدیم و حالا فرست باکس فرانت و فرست باکس بک رو پوزیشن ابسولوت بهشون میدیم و حالا میخوایم که هیدن باشن در ابتدا اون ویزیبیلیتیشن. حالا به اون فرست باکس فرانت و فرست باکس بکی که داریم یه بک‌گراند کالری رو و یه حالا رنگی به متنایی نوشته هامو میدیم و یه حالت ترانسفورم هم برای فرست باکس بک قرار میدیم که حالا اینو اونجا داخل این سویت بیشتر بهش میپردازیم. اگه خروجی کار رو بریم ببینیم، ببینید که طبق اون چیزی که میخواستیم نسبت به محور ایکس ها برامون اون دوران و اون حالت چرخش رو انجام میده. حالا برای اینکه جهت چرخش رو ما تغییر بدیم و در راسته محور ایجریکا بگیم که اون دوران رو انجام بده، کافیه که اینجا روزه در جهت اون محور وای ها رو قرار بدیم و پروژه رو اجرا کنیم. میبینید که جهت چرخش برامون تغییر کرد و حالا به اون در جهت وایی که میخواستیم الان داره اون ترانسفورم اتفاق میفته. اگه دقت کرده باشید ما دو جا ترانسفورم رو به کار بردیم، یعنی این برای اون روتیته که بار داخل اون قسمت بک بود، یه بار اون قسمت حالا وقتی هاور میشه. حالا اگه بیم ببینیم اینو به کار نبریم، مثلا این بخش به کار نبریم، میبینید که فقط همون حالت پشت رو فقط نشون میده وقتی به کار نبریم
و اون حالا روتیت دومی که نوشته بودیم، اگه اینجا ما حالا نکنید، این الان حالت فعالشه. یه لحظه فقط، الان اون حالت فعالش رو ببینید شما، که خب داره توی اون وقتی که هاور میشه توی اون مسیری که مشخص شده اون چرخشش رو انجام میده. حالا اگه اون روتیتی که اینجا به کار بردیم و برداریم، کلا به همین حالت میمونه، یعنی اون حالت فرانتی که داره، یعنی اون جلوش میمونه و دیگه اون بکش برامون نمایش داده نمیشه. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. کدهای حالا این بخش رو داخل سایت تاتژن قرار میدیم و اگه شما بخواید میتونید حالا اونا رو داخل پروژهاتون استفاده بکنید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.